با سلام و درودهای بیکران به شما عزیزان، انشالله که خوب، خوش و مهمتر از همه دور از کرونا باشید و سلامت و لبخند به روی لبهاتون باشه، جیبهایتان پرپول باشه و قصه هیچ چیزی رو نخورید. بله، همونه که ویدا گفت، منم میگم، دمتون گرم. داشتیم یه همچین یک کلیپی داشتیم که آره داشتن با یه کسی مصاحبه میکردن، بعد یه نازنینی داشت یه چیزی میگفت، بعد گفتن شما چی، گفت هر چی که ایشون گفت. همون راحت هم میکنیم خودمون دیگه، همون حرفایی که ایشون زد. خب راحت تره دیگه، هر کی هر چی میگه دیگه، ایشون گوش کرده بود دیگه، حوصله نداشت. نه ممکن نمیتونستم اینو اینقدر خوب عنوان کنه. ما هر چی یادو گفتیم، ما همون توجه کردی یه وقت و وقتی مثلا یه کسی داره حرف میزنه حواست نیست، یهو بی اختیار حواس آدم میپره میره یه جای دیگه، بعد یهو برمیگردن به شما نگاه میکنن، شما نظرتو چیه، بعد یهو میمونی نمیدونی چی. منم همون نظر رو دارم آخه، ولی متوجه میشه که طرف حواسش نبوده. آره. یه بار این اتفاق افتاده واسه من تو برنامه، داشتم ضبط میکردم اینا، بعد طرف داشت تعریف میکرد، گفتش که آره مثلا این اتفاق افتاد و دوستم از دست دادم و تو بغل خودم از بین رفت و اینجوری شد و اینا. منم حواسم به بند بود، تایمم هم نگاه میکردم، برنامه داشتم انجام میدادم، مردم نشستن، همه حرفا، جمعیت هم نشسته بودن، همچه که چیزی که اینا چرخیدم، گفتم باریکلا باریکلا. گفت چی باریکلا میگم، دوستم غور کرده. بعد آره این داستان باریکلا. آدم اونجا معلومه که، برای همینه میگن همیشه حواست باید باشه. من کم اتفاق میفته، حالا به خودت هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده واسه من، چون من همیشه چندین مسئله رو حواسم هستش. آدمای کنجکاو. آره. نه آقایون، آخه آقایون مولتی تاسک نیستن، یادت باشه، خانم ها مولتی تاسکن، میدونی اصلا مشخصه توجهشون به چیزهای مختلف، به یک چیز فقط نیست، به چند چیزه. اون بچه رو بغل گرفته داره غذا رو درست میکنه، بعد از این ور میاد مثلا بعد میشتره که چی میگه، شوهرش داره چیکار میکنه، میکنه. تلفن زنگ میزنه، آره چه همه حرفا. آره خانم ها این دادن، آقایون بیشتر کم اتفاق میفته که به چند مسئله همزمان توجه کنه. میدونیم این که خانم ها حواسشون به 7-8 جا هست، باعثش آقایون هستن. باید تشکر، با تشکر فراوان از آقایون که همیشه چون یواشکی همه کارا رو انجام میدادن، باعث شد خانم ها این خانم ها یه خود توجه عوض شده داستان. البته الان یه قصه هستش، نمیخوام امروز به اون بپردازم، تو یه برنامه دیگه درباره اون صحبت میکنم، ولی این داستان خودآزاریه یا ببخشید آزار دادن کسی دیگه است، نه خودآزاری، ببخشید آزار به اشخاص دیگه، مثلا خانم ها. الان مثلا یکی از هنرمندان صحبت از این شده که به چند تا از خانم ها مثلا دست درازی کرده یا از این کارا کرده و این مسائل. فکر می واسه شما تو میدونی جنس بله هستی؟ آه شدی. آره بعد من خیلی چیزا رو میشتم، من برو خودم نمیاد. آره آره خودت میزنی به اون یک کوچه. آره آره علی جان. بعد این داستان، من میخوام بگم که شماها چی رو آزار جنسی میبینی؟ واقعا واسم سال، چون میخوام این برنامه رو اجرا کنم ولی اون موقع بغلستم خانوم نیستش، برم با شما من این رو صحبت بکنم. و چی آزار جنسیه؟ مثلا قدیما آزار جنسی بودش که طرف تو خیابون راه میرفت یکی از یه بیشگو میگه مثلا، این نوع خوبش بود. نه جزیش هم داشته. آره. با دست و اینا اتفاق میافتاد. آره. آخ من همیشه ریزه میزه بودم، لاغر کوچولو مردنی، کسی من کاری نداشت. نه قیافتم دیگه. آره. سیاه کوتاه میذاشتم، یه کیف گنده حسابداری اینقدی رو دوشم بود. اسپت مثلا ممکن اصلا یارو نگاه میگم مثلا ناصر چه خبر مثلا اینجوری بود. یه بار رفتم اون کوتاه کوتاه بود. آره. خیلی کوتاه. اون موقع میگفتن گوگوشی مود بود. بله بله. منم موام صاف بود و کوتاه، با دوستام رفتیم سینما، بعد من رفتم برم تو دستشویی، یکی یهو از پشت منو گرفت گفت پسر کجا میرید دستشویی اینور؟ گفتم آقا ببخشید. یهو نگاه کردید نه خب صدا زنانه است. ولی آره من خیلی اهل میکاپ هم نبودم هیچ وقت. خب. نه. خب بگو بنام آزار جنسی الان چیه؟ مثلا یادم میاد آقای بایدن کله یه خانمی رو بوسیده بود، معلومه بودش که اصلا
قصد چیزی نبود، گفتن آقا ایشون او خطرناک بوده. نه اینجا چیه زره بعضی آره. الان داستان آزار جنسیه چیه؟ نه دیگه آزار جنسی خب خیلی چیز داره. چی؟ مثلا چی میبینین شما؟ خب آزار جنسی خب آزار جنسی دیگه مثلا طرف دست بزنه به جاهایی که نباید دست بزنه. آها اون آزار جنسی محسوب بله. میشه خب. بله دیگه. آها قبلا نمیش کردن دستمالی الان دستمالی بهش میگن آزار جنسی خب. نه من یاد بگیرم. به ما که نمیشه ما بچه بودیم ما از وقتی به دنیا از وقتی بزرگ شدیم بهش گفتن آزار جنسی. آزار جنسی. آره. خب بله دیگه خب حتما ایشون هم این کار یه چیزی که مثلا خیلی صحبت میکردن که نمیدونم هنوز متوجه نمیشم منظور آقای نامجو چی بوده. محسن عزیز گفته که نو نه معنیش نه نیست، نه یعنی نه نیستش. آیا همچین چیزی واسه شما خانم‌ها وجود داره که نه نه بله. نیست یا نه نه است؟ نه بعضی ها نه نیست نیست دیگه. نه آره نه نه آها نو با نه فرق میکنه. آها بعد راستشو کنم بعد یه چیز دیگه این آخه چون سر آقای کوبی برایانت بودش طرف رفته بود تو اتاق هتل exactly. تو اتاق هتل و چی رفتی که بگی نو بعد غلط کردی رفتی بعد بری شکایت کنی و هم پول بگیری زندگی طرف هم داشتی به هم میریختی. من دفاع نمی کنم از هیچ کسی، من هم دفاع نمی کنم، مخالفت رو نمی کنم چون نمی دارم. من تو اون جریان نبودم. اگر یک کسی در طرفی خانم بهش بگید خانم بگید نه لباسم تنشون نباشه نست، این به نظر منه به خدا. یعنی اگر مثلا همه چیز همه مسائلم آماده باشه بعد یه لحظه خانم بگه نه یعنی نه. حالا بعضی از آقایون درک نمی کنند دیگه در اون موقع یاد بشه این فشار بخار به خود بکنده. به نظر من اون موقع اون خانوم داره اون آقا رو ابیوز میکنه. ها این یه نوع ابیوز جنسیه یاد باشه. درد و مسائل شما لخ بشی حال بری تو اتاق طرف به یک مرحله اون آقا رو برسونی بعد بگی نو نو آره. اون مرحله اتفاق مرحله که هرچی بخوای آقا بگی یس هرچی از آقای بخواهیم گیه یس یس یس. بعد اون موقع بعد خواهده بگی که نه من گفتم نو نو یه دلم خواهد بگم نو. خب بگی همچیزی شما بری تو اتاق طرف لباستو دراری آماده بش آقا هم لباسشو دراره سر کوبی براین همین شد دیگه. آره دیگه بعد گفته بودی نو خیلی معذرت میخوام غلط کردی رفتی بعد گفتی نو بعد تازه رفتی شکایت کردی اون هم پول گرفتی زندگی طرف هم خواستی به هم بریزی حالا روح این طرف بیزنس خوبی هم شده الان ها. خب باید آقایون به نظر من باید مواظب باشن مراقب باشن آره مخصوصا آره. آقایونی که وضع مالی خیلی خوبی دارن آقایونی که ازدواج کرده هستن آره. تو رو خدا اینا کسایی هستن که دنبال این بیزنس ها میچرخن و بعضی ها تهدید میکنن مثلا میگن که ما میریم به خانوادت میگیم این مقدار پول بده وگرنه میریم مثلا بله. زن و بچه داری میریم میگیم و این خانمایی که دنبال این کار هستن خیلی هم خوشگل و خوشیکلن و کارشون اینه دیگه بله. جوان و بله. بله صورت حالا گفتن نو بله دیگه گفته نو گفته نو من نو معنی نداره عثمان از این افراد من بازم متوجه نشدم که آیا رفتن منزل ایشون من نمیدونم بالا مرده 4-5 تا خانم بودم برگشته این حرف رو زدن اینا ولی تعرضی مثلا بیل کازبی اتفاق نیفتاده اون بیهوش میکرده و بعدم دیگه البته بیل کازبی هم ببین اینا میرفتن بیل کازبی بوده اینا میگفتن که ما میرفتیم خونه ایشون یا تو هتل ایشون بعد مشروب اینا میخوردیم ایشون تو مشروب ما یه چیزی میریخته ما مثلا بعد 30 سال گذشته حالا یادشون اومده نمیدونم علیرضا همه چیز فیشی به قول معروف یه ذره عوض شده دیگه داستان دیگه مثل خانومی که خانمای هنرپیشه که همین مثلا سر هاروی وایستین پیش اومد من همیشه سوالم اینه که آقا شما برای چی رفتی تو اتاق هتل این که این با حوله لخت بوده زیرش اومده بیرون خب تو اتاق هتل طرف واسه چی رفتی بعدم فیلمشو بازی کردی واسه برام فیلمشو بازی بلد. کرده بود دیگه خب یه تهیه کننده بود برای واسه فیلم بازی کرده چرا مثلا حالا مسئله نامجو رو من نمیدونم ولی مسئله که این داستان می توی ایرانی داره داغتر از می توی آمریکایی حتی میشه آره ایران خیلی مثل آره اینجا همه اینا
خیلی بالا گرفته. بله. بر همین بهت گفتم هی به من دست نزن. ما یه بار فقط آقای نامجو رو از نزدیک دیدیم. یادتونه شما؟ آره. نبودی؟ بودی شما؟ یادم نمیاد. مثلا راست میگی؟ من اصلا فراموشی گرفتم به خدا. منزل داریوش عزیز بودیم. که ایش با بهروز آقای وثوقی و با بیژن پاکزاد و آمدن اونجا یادم نمیاد. من با شما اومده بودم اتفاقا فکر کنم بله بله اونجا بودش ایشون هلن نمیدونم بچه ها همه بودن. عکس هم داریم. بله بله عکس هم داریم. شما بغل ما نشستید من و آقای وثوقی و داریوش و هلن جان و بیژن. هلن نبود تو عکس. بیژن و یکی هست. هلنم هست. من دارم. اون تو داری اون عکس. خب بسیار عالی. بله. در هر صورت نمیدونم حالا انشالله که همه چی به خوبی درست بشه. خب بسیار عالی. به هر صورت درباره مسئله توضیح بیشتری صحبت میکنیم. به هر صورت این وسط ما طرفدار کسی نیستیم. طرفدار حقیم در واقع. هر کسی که درست میگه و هر کسی که حقشه صحبت میکنه. بله. همه چی انشالله به خوبی بگذره. انشالله. میگم که این مسئله کرونا خیلی دیگه سر گرفت و این آمپول واکسن جانسون جانسون هم که هر دقیقه میگن یکی دوباره مسئله براش پیش اومد و هی نمیدونم بالاخره این واکسن رو جمع کردن تو کالیفرنیا جمع شد دوباره یه جای دیگه زدن تو آریزونا میست که گفتن به هیچ وجه ما مصرف نکنیم کالیفرنیا هم جمع شد. چند روز پیش در آمریکا روز یعنی در دنیا 20 آپریل بود 4/20 میشه در واقع که روز دوستان گل دوسته کسانی که گل رو دوست دارن و گل یا برگه بهش بگن گل خانم اونجا دیدیم بعدم یه جوری گفته میشه که کسی متوجهش نشه روز جهانی گل محسوب میشه. شبیه برگ همچه بله. جهانی جهانی هم نیست بله دیگه تمام ملت به خصوص ساعت 4:20 نه که از همه که از صبح شروع میکنن مثلا یه سری از صبح شروع میکنن ده بکش بله. میکشن بله ده بکش بعد 4:20 ساعت خیلی مهمیه چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر روز بیستم ماه چهار این دیگه خود خودشه داستان دیگه به قول معروف روشن و آره دیگه میکشن بازم از صبح میکشن تا 4:20 دوباره شروع میکنن از صبح میکشن ولی 4:20 به قول معروف اون ساعت مهمیه که همه با هم به گفته هیئتی میکشن آره ولی واقعا متاسفم که این کارو کردن. درست آزاد کردن این مسئله رو ممکنه در آمریکا فروش علف مثلا اونقدر یواشکی نباشه و بگن خب دیگه یواشکی فروخت نمیشه ولی هر جایی که شما میرید بوی علف و جوونا متاسفانه خیلی اینوالو شدن
نمیدونم علی آدم باید چی بگه. من چند وقت پیش آقای شمسیان رو دیدم، دکتر شمسیان. بله. یاد باشه که آقای دکتر شمسیان یک مرکزی رو درست کردن در اینجا که داریوش اقبالی نازنین هم خیلی ایشون رو کمک کردن، ساپورت کردن. نه با هم کار نمی کنن، ساپورت کردن مرکزی رو که ایشون باز کردن. داریوش تو مرکز نیست؟ نه اونجا همه فکر میکنن که اون مرکز مرکزیه که مال داریوش اقبالی هست. نه نیست. اون مرکز مرکزیه که مال دکتر شمسیان هست، فقط داریوش اقبالی ساپورت کردن که مردم بشناسن اونجا رو و اگر مسئله‌ای دارن در مورد کشیدن مواد و این پرابلمای میان و مریضیه برن اونجا و این ترک کنن. و خدا رو شکر خیلی از جوان ها میرن، خیلی از کسایی که مسئله دارن میرن و دکتر شمسیان کمکشون میکنه و داروشان هم راجع به مرکز صحبت کرده. البته من اینو بگم که هنرمند عزیزمون داروش اقبالی همیشه دوست داشتن که خودشون یه مرکزی رو باز کنن، یادمه، از دولتی که مردم بتونن مجانی بیان در اون مرکز من فکر که بتونن این ساختمونه و ترک بکنن. چون همیشه داریوش صحبت از این میکرد که یک ساختمونی باشه برای ترک اعتیاد. نه هنوز این کارو نکردن. پس این با داریوش رفتی نداره اصلا. نه اینجا رفتی به داریوشا نه. داریوشا فقط ساپورت کردن که مردم بشناسن اینجا رو. اینجا پس ایشون مرکزی... فقط آینه رو داره. بله ایشون آینه رو بنیاد دارن. آینه. بله ایشون آینه رو دارن و انشالله به زودی یک مرکزی رو باز خواهند کرد. ما همه امیدواریم که از طریق دولتی باشه و همه بتونن کمک مجانی کنن. مجانی. بله. اون خیلی مهمه. مجانی. بله. مجانی. دولت هزینه شو میپردازه. بله. دارن سعی میکنن که این کارو بکنن. کار خیلی مشکلیه. بسیار. ولی ما همه دعا میکنیم که موفق باشن انشالله. درست من با این مسئله زیاد موافق نبودم که این علف رو آزاد کردن. الان هر جا که میری همه دارن علف میگن که به خاطر این داستان یکی از دلایلش اینه که ببینیم واسه میگم درباره این کشور. ببینید مشروبات الکلی در دهه 40 آمریکا به خصوص 20-30-40 اینا مشروبات الکلی تا اواسط تا اوایل دهه 40 هم مشکل بزرگی داشت به خاطر اینکه اجازه نداشتن و غیر قانونی بود. درسته؟ دلیلش چی بود؟ به خاطر کنترلش بود که نمیتونستن کنترل کنن و نمیتونستن نسبت به اون مالیات، چیزی که شما مالیات نتونی به پردازی بابتش غیر قانونیه. بله متوجه. آها. بعد اینا اومدن مشروب رو کنترل کردن، مغازه‌های مشروب فروشی درست کردن، همه حرفا که بتونن کنترل کنن. مثلا دولت کانادا خیلی فراتر از آمریکا اومده این کارو کرده، یعنی اومده یه جاهای خاصی رو باز کرده زیر نظر خودش که فقط مشروب اونجا فروخته بشه. تو آمریکا نیست، فروختن مشروب آزاده. بل. همه جا که اجازه لایسنس دارن یا جواز میگیرن و نسبت به اون جواز و نسبت به اون مسئله اینا فروش میکنن مشروباتشون و تکسشو میدن و مالیاتشو میپردازن. در کانادا اینا اومدن نه اومدن یه جای خاصی گذاشتن که مال دولت، باز دولت بالا سرشه و کاملا اونه. من با اون مخالفم، من با سیستم آمریکا موافقم اتفاقا. ولی علف یا ماریجوانا هم درست همین حالت بود. بعد اینا اومدن گفتن خب دو تا مسئله، یک نگاه کنیم به کشورهایی که ماریجوانا توش هست آزاده. توش جنایت چند درصد کم میشه؟ خب اینا همشون میزنن دیگه، میرن توی حال چیز دیگه. آره دیگه آروم میشه میافته گوشه دیگه از خودش. نه خب بعضی هاشون هم میذاره خلوز میشن. نه خب دیگه آره برای خودشون لخت میشن. آره. نه اون با علف نمیشه خانم، اون با ماری جوانا نیست. خب من بلد نیستم خدا رو شکر. آره یه کلاس بنیاد آینه با دوستو بذاره. آره ولی نه این داستان اونها با ماری جوانا این حالت نمیشن. یا تو ماری جوانا چیزی قاطی میشه مثل مواد مخدره دیگه ای، یا اینکه یه چیزایی رو قاطی پاتی میزنن. آره اینه. ولی مثلا شما نگاه کنید یه سری از کشورها سیاست جنونه که حتی از ماریجوانا پاشون رو فراتر میزنن، میرن سراغ تریاک. یادت باشه کسی که تریاک میزنه حالش دیگه نداره که بخواد بلندش بره بانک بزنه، که میدونی چی میگم؟ اون چیزایی هستش که یه مقداری
صنعتیه، مواد مخدر صنعتی که شما رو به این کارا وابی داره، مثل انجل داست، مثل الستی، مثل کوکائین، مثل هروئین، اینها چیزایی هستش که شما رو میتونه شاید کرکترتو رو عوض بکنه. بقیه شون اونه که شما رو آرام میکنن. یکی از دلایل دیگه شم آمریکا به این نگاه کرده و از طرف دیگه مال گرفتن مالیات، مالیات بیشتر مسئله گرفتن مالیات دیگه، همه چی به آخر سر به پول بله. ختم بله. بله. شهبال بله. عزیز گفته بود دیگه همه پوله. همه پوله بله. ولی بله. به صورت روز 4/20 20 آپریل به همام گلکشان عزیز مبارک باد، انشالله که خوب باشید دیگه. خیلی هم عالی. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. درصد بلیت فروش هواپیما 85% رفته بالا، یعنی اینقدر مسافرت زیاد شده چون مردم فکر کردن دیگه خب واکسن رو زدیم دیگه حالا میتونیم بریم مسافرت دیگه. 85% خیلی بالاست، خیلیه. ولی خب اینجا البته در هواپیما اونطوری نیست که اگر جا نداشته باشن کسی وسط هواپیما وایسه دستشو بگیره اون بالا مثل اتوبوس، چون من نمیدونم آیا واقعیت داره یا نه، ولی شنیدم که قشمه رو میگی در مملکت چند هفته پیش بود. ولی خب دیگه بالاخره آیا این کار کردن واقعا یا آره بسید کرده بوده حقا بلمشه اونا چجوری کنترل میکنن خودشون رو نمیدونم، ولی امکان داره باشه اینطوری دیگه. آره در مملکت ما هم همه چی امکان داره. بله بله. این دیگه میگفتی امکان داره، دیدم که امام جمعه بندری که از اومده اسم خواهرشو یا خواهرشو شوهر خواهره رو گذاشته جزء بخش پاکبانان، بعد آمپول بهشون واکسن زدن. آره. متوجه نشدم. گفته که خواهره و شوهر خواهره رو بله شون گذاشته جزو کسانی که مثلا پاکبان هستن. پاکبان بله. پاکبان در واقع لغت خوب قشنگ بله. امروزیه. تمیز میکنن بله. آره خیابونا رو تمیز میکنن، اینها بهش میگن پاکبان دیگه. بله تو گذاشته چیز دیگه میگفتن بله. اینا بله مثلا اینجا مهماندار هواپیما متوجه ای؟ بله. اینجا الان دیگه یکی بگه استوارست درست نیست، بگن فلایت اتندنت متوجه ای؟ استوارست خوب نیستش، این هم همین حالت داره دیگه. خب مگه به اونا پاکبان قرار بود اول واکسن بزنن؟ آره مثلا خانم های سال خورده هم همینطور، مثلا یه مرکز سال خورده هم بوده، این هم جالبه. توی مرکز سال خورده ها کجا بود؟ ببینم الان به تو میگم کجا بود. آها مرکز سالمندان بوده. مرکز سالمندان در اصفهان، در اصفهان خراسان، اونجا یه مرکزی بوده که برای سالمندان گفتن میزنن. مثل آمریکا دیگه اول سال اول اونا بعد اونایی که با مردم زیاد در ارتباط هستن اینجوری انتخاب کرده بودن دیگه که مثلا کیا بزنن اینا. بعد این مرکز سالمندان مدیرش خانواده خودشو انداخته تو داستان که واقعا بیان بیدم بزنه. آره. بعد دیدم آقای جهانگیری که معاون اول آقای روحانی هستن گفتن که تمام این اشخاصی که اینجا هستن اگر همچی کاری کرده باشن باید از کار برکنار بشن. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه، ولی خلاصه دیگه داستان شیر تو شیره. اینجا هم همینجوره دیگه. اینجا هم اگر یادت باشه بالاخره بعضیا وقتی که بهشون این واکسن رو دادن حتی دکترا بالاخره شما یادتون باشه نمیتونی ایراد بگیری. I'm sorry که این رو میگم. چونه؟ اگر من دکتر وقتی بهم 50 تا واکسن رو میدن مسلما من هم پدر مادرم رو میبرم اول واکسن بهشون میزنم. آها. اگه بگم نه دروغه. آها. شما میکنی. 100% شما این کار میکنی. نمیکنید. دروغ بگی لکلو بگی بریم برگردیم دروغ گوه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش.
داشتیم با شما عزیزان هستیم. حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ ان شاءالله خوب باشین. ما هم خوبیم خدا رو شکر. زندگی میگذره دیگه. همین جوری. یه چیز دیدم درباره یکی از هموطنان ما ایرانی‌ها. اولا ما نه اینکه کشفای مختلف اختراعات زیادی کردیم. ما اختراعات زیادی کردیم که این اختراعات رو گاهی وقتا بعضی وقتا نادیده گرفته میشه. چرا؟ همیشه صحبتش نمیشه. من دوستی دیدم که ایشون اختراع کرده که چطوری میشه مقابله کرد با پشه و مگس. و نگاه کنیم با هم دیگه قبل از اینکه ایشون باز دوباره حالش خراب شه. بچه ها سلام، دوستا عزیز گلم. برای از بین بردن پشه و مگس تو خونه یه روش تضمینی دارم که بهتون بگم. برای این کار یه مقدار نمک میخواد، یکم عرق کشمش، یه خلال دندون و یه تیکه سنگ. سیستم اینجوری کار میکنه که پشه بالا اینو میبینه، فکر میکنه شیکره، میاد پایین میخوره. خب بعد از یه مدت تشنش میشه، میره جلوتر، خب اینم که آب نیست، عرقه، میخوره عرقه رو مست میکنه، میاد جلوتر پاش میگیره به این چوب، با کله میخوره تو این سنگ میمیره. سیستم تضمینی 100%. هر کمی سیستم رو دوست نداره میتونه از ایران بره. یه نوع کشف دیگه. کشف کرده که چطور پشه، چطور میتونیم شما باش مقابله. خب خیلی مهمه. این یکی از کشف های بسیار بزرگه. من بهتون تبریک میگم که شما تونستید این کار رو انجام بدید. اسپشیلی اون خلال دندون که گوشید پاش بگیره بخور سرش. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. دمت گرم، دمت گرم، حال کردم باش. نه یه چیزه یادم وقتی اتفاقا علی دور زمون دوره اینه که آدم یکم بیشتر بخنده. آره 100%. داشتیم اینو میگفتیم، حالا گفتم جنبه سیاسی شو تو خدا نگاه نکنین، من اصلا تو فضای جنبه سیاسی نیستم. یه آقا هستش خیلی باحاله، این همشهری پدر شماست، شمالی هست. آره. بعدش این حرف میزنه، من اصلا حرف که میزنه خوشم میاد، حال میکنم. شیرینه اصلا. آره. اصولا شمالی ها شیرینن. آره. به شرط مگه اونجوری باید حرف بزنی، یعنی با این کرکتر اینطوری من دوست دارم. آره، آره. اونم میدونی چیه، شما باید برین خدا بیامرزه از آقای میری رو دعا کنید، چون به خدا ترا. چون این این نوعی که اجرا میکرد با لهجه زیبای گیلکی، این یه جذابیتی میداد به ایشون این زبان. اصولا اینم خیلی باحاله، این آقای خیلی باحاله. آره. این چیز جالبی گفته در رابطه با یک خانواده آفریقایی که در آفریقا اومدن و نگاه کنید. خانم آقایان درود بر شما. آقا یه ویدیو تکان دهنده من میخوام برای شما بذارم، شما نگاه بکنید، واقعا تکان میخوره آدم. ارادت خاص و مخلص بودن در چه اندازه، در چه اندازه یه انسان میتونه ارادت داشته باشه به یه عده‌ای، به یه گروهی. یه ویدیو ببینیم، برگردیم صحبت بکنیم. کامجین نایتو عمر عبداللهی هست، نه هویو ni mama watoto wangu anaitwa Aisha Abdallah, alafu huyu kijana ni Ruhullah Khomeini, na huyu ni Ali Khamenei, na huyu ni Murtadha Mutahhari, na huyu ni Hussein Beheshti. Bana yaru اسمو مثلا نذاشت که، اسمو با فامیلی عوض کرد. دی ببین چی پولی اون گرفت. هم پول هم جنس خوب، این دوتا عامله که تمام جهان به ما میخواد بپیونده. اگه بدبخت آسپاس با ما هم کلاس. روح الله خمینی اسم بچه اولش بود، اسم بچه دومش علی خامنه‌ای، مرتضی مطهری، حسین بهشتی. فقط قیافه و مرتضی مطهری داغانیم برا، یعنی باطلیم برا. آقا رئیس سازمان مدیر کل ثبت احوال ایران بعد از دیدن این کلیپ الان دو روز گوسپیچ شده، از دم در مسترک کنار نمیاد. اسهال شدید اینه گرفته رئیس مدیر کل ثبت احوال رو، و
اصلا نمیتونه با این موضوع کنار بیاد که اسم با فامیل با هم مثلا توی یه خانواده 6-9 فامیلی باشه، مثلا مگر اینکه 6-9 پدر باشه. یعنی یه همچین خرجهایی ما میکنیم. شما فکر کردین که مثلا ما بیکار اینجا نشستیم؟ نه، ما هزینه داریم میکنیم، ما داریم هزینه میکنیم، ما داریم اینو گسترش میدیم، ما داریم فرامرزها داریم میریم. چوف بوچ اسم گیلکی حرف دارن میگن برای ترعیبه. آره اینم حالا همون حالته دیگه، ولی خیلی جالب بود، خیلی بامزه. آره خیلی خوشم اومد از این داستان. آره، که جالبه. آره. یک شو تلویزیونی داشتیم اینجا که آقای جیلنو انجام میدادن. بله. که خیلی سال بازنشسته شدن، البته دوستم نداشت که بازنشسته بشه، یعنی خودش گفت دوست دارم، ولی بعد روز آخر زیادم حکی نبود. نبود. من رفته بودم شو از نزدیک. بله. با اینا چرا بازنشستش کردن یا بازنشسته شد؟ یه زمانی میرسه شما نگاه میکنیم این بیننده ها ریتینگش اومده پایین، ولی اینو خیلی دوستش داشتن. دوست داشتم. من خودم من همیشه شوشو نگاه میکردم. بعد در یکی از شوهای جیلنو یک خانم 100 ساله ای رو آورده بود که نگاه کنید که چقدرم جالب. 100th birthday. Oh yeah, Now I understand you went to Universal Studios yesterday? Yes, I did. Yeah. And you know, the wind was terrible. Oh, okay. I had a skirt on, and the wind was just blowing it like that. And I was hanging on to my hat. And a kid came up to me, says, lady, he says, you better stop hanging on to your hat and pull your dress down. You're showing everything you got. Yeah. And I said, I don't care what they see down there. It's 100 years old. This is a brand new hat. Bale. Cute. حرفش با نمکه. حرفش با نمکه. آره حرفش با نمکه. دیگه راست هم گفته یه جورایی. آره دیگه بله. آره جای دیگه. گفته دیگه بالا رو بچسب. بالا رو بچسب. آره. که نوعی. آره. 100 ساله نیست. آره. آره. این هم یکی از اون قسمت هایی بود که خیلی سر و صدا کرده بود اون موقع در امریکا. خب بله. بریم سراغه. بریم به کسانی که میخوان بیان به امریکا. بله. و درست میخوان بیان به امریکا. میخوان برای تحصیلات خودشون آمریکا رو یا کانادا رو انتخاب بکنن. بارها در هفته های متوالی در رابطه با کمپانی شناخته شده USVIP گروپ صحبت کردیم، باز هم صحبت میکنیم، چرا که اگر شما تصمیم دارید به آمریکا یا کانادا بیاید برای ادامه تحصیلاتتون، حالا خیلی ها پدر مادرها دوست دارن بچه هاشون رو، در گذشته خیلی رواج داشتیم مثلا که بچه رو بفرستیم برای ادامه تحصیل، حتی برای گرفتن دیپلمش به آمریکا بره یا به کانادا بره. خب ما هم همین مسئله داشتیم دیگه، میرفتیم. من خودم جزو همون گروه بودم که بعد از اینکه سوم راهنماییمو تموم کردم، خب خانواده همچین تصمیم درباره من گرفتن. بعد همین مسئله برای خیلی ها وجود داره همچنان، تو که دوست دارن بچه‌هاشون برن به آمریکا دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس بگیرن، یا بعضیا دوست دارن برای ادامه تحصیل بعد از دیپلم برن، یا بعضیا ادامه بدن بعد از اینکه لیسانس گرفتن برن برای فوق تخصص خودشون برن به به آمریکا یا به انگلستان. هم خیلی میرن به کانادا، ولی خب به نظر من بگم به خاطر سیستمی که ما درس خونیم در ایران، آمریکا و کانادا نسبت به بقیه کشورها بهترین گزینه هستن. و حالا چه کمپانی میتونه این کار برای شما انجام بده؟ کمپانی USVIP گروپ. فامیل شما هم رفت برای دوست شما چی شد داستانش؟ بله من به جز فامیلم چندین اون چی شد اول؟ دارن کاراشون انجام میدن. چندین نفر از دوستانم هم زنگ زدم. USVIP گروپ دوستان ما بجز این که شما رو از لحاظ تحصیلی میتونن بیارن، در کارهای دیگه هم میتونن شما رو کمک کنن، چه از لحاظ اینکه شما برای سرمایه گذاری یا اینکه بتونید برای دیدن فامیل بتونید توریستی بیاید، باز هم میتونن شما رو کمک کنن. به شما
ادوایز بدن که چیکار بکنین. خیلی مهمه که کسی این بر آبها باشه و بدونه که چیکار باید بکنید که درست بتونید بیاید که مهر ریجکت توی پاسپورت شما نخوره. آره خیلی بسیار عالی. تماس بگیر باشو ببینید چجوری هستش. اگرم برای تحصیلات بخواید بیاین، این بخشی که من دربارش خوب اطلاع دارم، اگه میخواید برای تحصیلاتتون بیاین تماس بگیرید، بهشون بگیر اطلاعات لازم رو بخواید ببینید چی هستش. همکارانشون فارسی زبان هستن، میتونن جواب سوالات شما رو بدن و ببینید که میخواید بیاین آمریکا کجا بمونید یا کانادا کجا بهتره براتون. کجا برای این مهرایی که تو پاسپورتتون خورده قبل مهمه که کجا بهتره براتون، ولی الان با باز شدن سفارتخانه ها، با این ارتباطاتی که وجود داره، با این ویزاهایی که داره داده میشه، موقعیت بسیار خوبیه. تماس بگیرید باشون. آیا نگران آینده شغلی و تحصیلی فرزندان خود هستید؟ آیا به دنبال آن هستید که آینده فرزندانتان را با تحصیل در بهترین دانشگاه ها تضمین کنید؟ ما برای تک تک شما راهکار داریم. مشاورین ما در USVIP گروپ بهترین روش برای مهاجرت و دریافت پذیرش از معتبرترین دانشگاه های آمریکا، کانادا و اروپا را در اختیار شما قرار میدهند. شماره تماس 201-949-899-3151. میگن که دانشگاه بهترین مکان برای ازدواج. خب یعنی درست بخونید برید دانشگاه، آشنا میشید در حد خود. آدم باید درس خونده، باید با درس خونده ازدواج بکنه. این من واقعیته، یعنی دکتر با دکتر. شما این عقیده؟ نه اصلا. در مثلا دکتر بره با کی ازدواج کنه؟ با یکی درس نخونده که نه. بسیار شما چه استاندارد زندگی رو میخوای؟ بالاخره باید در حد هم دیگه باشه. ولی در دانشگاه میگن بیشتر آدم میتونه آشنا بشه، ازدواج بکنه. اگر بنظر تحصیلات، اول از همه تحصیلات اجتماعی و خانوادگی به نظر خیلی مهمه. متوجه ای؟ خیلی ها هستن، دکتر داریم که خیلی با شعور، خیلی آگاهی داره. دکتر هم داریم که اصلا غیر از این داستان پزشکی خودش هیچ چیز دیگه بلد نیست. فرق نمی کنه دکتر بخواه باشی، بخواه مهندس باشی، مهم نیست. فرق گاگول گاگوله. حالا تو در چه رفتی داره؟ بودو بودو دنبال گاگورا که نرفتی. نه کلن دارم میگم، یعنی که باید ولی الان در ما من دکتر میشستم، دکتر میشستم، مهندس میشستم، که آقا توی جمع که قرار میگیره اصلا یه چیز دیگه ایه. نیست اصلا، تو باغ نیست. ولی در این زمان الان چون بچه ها همه تحصیل کرده هستند، درسته، با شعور اجتماعی، خانم شعور اجتماعی باید داشته باشن. دو نفر آدم، دو نفر آدم باید شعور اجتماعی داشته باشن. بله، شعور اجتماعی جای خودش، ولی تحصیلات باید داشته باشن. بله، مهمه. بله، برای همین دانشگاه بهترینه، چون بالاخره میدونن دانشگاه بهترین موقعیت آشنا شدن یه پسر با یه دختر یا یه دختر با یه پسر هستش. اونجا برای که راحت‌تره، شما حداقل میری توی محیط خوب تصویر. خب یارو میتونه بگه آقا من کجا آشنا شدم؟ میگه آقا رفتم دیسکو چند شب پیش، رفتم دیسکو با یه نفر آشنا شدیم، خیلی خوبه، بچه هم همه تعریفشو میکنن. نه کلا دارم میگم ایداد بیداد، نه کلی مثلا صحبت بچه هم تعریف میکنن. آره میگن بچه خوبیه، ولی کلا شما میتونی هر مهم اون شعور اجتماعی انسان هاست. بله اون خیلی مهمه. بله شعور اجتماعی و بعدم موقعیت دیگه. اینجا راحت ترین جاست برای پیدا کردن آدم. ولی دکتر با دکتر ازدواج کنه، نمیدونم مهندس با مهندس، نمیدونم، این اصلا خوب نیستش. ولی اصولا دکترا با دکتر ازدواج میکنن. نمیدونم چرا، شاید چون تو هاسپیتال همدیگر میبینن یا جایی که تحصیل میکنن، جاهایی که میرن، بیشتر دکترا با دکترا ازدواج میکنن. نه اون شد. نه الان به زهر مار لغت بدیه. خب نیست دیگه، بی خود داره حرف میزنه. من خیلی از دکترا میشم خانمشون دکتر نیستن، ولی خود به خود میشن خانم دکتر. تو فکر میکنی دکترم؟ نه خانم دکتره، چون شوهره رفته درس خونده بعد این شده خانم دکتر. جای شما خالی. پریشب ما یک مهمانی بسیار خوبی بودیم. در اون مهمانی خیلی از دوستان از من تشکر کردن و برای من جالب بود که هم آقایون از من تشکر میکردن هم خانوما. چرا؟ دلیلش چی بود؟ famlaxy.com. آها. به من گفتن که ما برنامه شما رو نگاه میکنیم، خیلی دوست داریم و وقتی شما در مورد famlaxy.com صحبت کردید، ما رفتیم سایت رو نگاه کردیم و دیدیم که چقدر چیزهای خوبی دارن. همونطور که شما گفتید،
آقای امیرقاسمی رو دعوا کنید. همون ایتازی که میگید خیلی هم جالبه، چون واقعا همه چی دارن. اونا طرفدارات بودن، دوستات بودن، اینجوری نه جزد. واقعا تعریف کردن، از تیشرت ها تعریف کردن، از عینک تعریف کردن، از جولری ها تعریف کردن. گفتن وقتی آدم میره فملاکسی.com سایتشون رو نگاه میکنن، دل نمیتونی بکنی، یعنی نمیشه اوردر ندی و بری کنار. 100% شما دوستان هم برید و سایت فملاکسی.com رو نگاه کنید و ببینید که چگونه عاشق می شوید، اینقدر که همه چیز زیباست و بی نظیر. دنیا عوض شده، دنیا دنیای اینترنت الان، دنیا اوردرینگ اینترنت. خیلی ها اصلا عادت نداشتن که از طریق اینترنت دوست داشتن برن جنسی رو ببینن. امروز دیگه اون حالت نیست، امروز دنیا شکل دیگری به خودش گرفته. شما می دونید مثلا وقتی می رید روی مثلا منی که مثلا میرم روی سایت نایکی نگاه میکنم، میگم خب مثلا خب نایکی مثلا اینه یا سایت آدیداس مثلا اینو داره، بعد اینا رو مقایسه میکنید، نگاه میکنید، دیگه سایزتون دستتون هست، میدونید که چه سایزی باید بگیری، چه سایزی بپوشید. برای خیلی خوبه، اتفاقا تصمیم خوبی گرفتن. بله. یه شرکتی که بتونه بیاد از اقصا نقاط جهان جنس ها رو جمع کنه تو یه وبسایت و بعد اونم سلیقه‌ای باشه که برای همه ما جالب باشه و بی نظیر. بسلام علی. بسلام علی. فملاکسی.com. پسر بچه 7 ساله یه که خیلی هم تمیزی رو دوست داره هم ماهی ها رو دوست داره. خب شنیدید که خیلی کتفیش، خیلی ها متاسفانه جون خودشون رو از دست دادن. خیلی از کتفیش ها، نه خیلی ها، خیلی کتفیش ها گفتن. بله، گربه ماهی ها. بله گفتن، گفتی کتفیش، بعد گفتی خیلی ها جون خودش رو دادن. کتفیش ها قاطی میشه دیگه بابا. تسلیتی داریم به بازماندگانشون، برای بازماندگانشون طوری که دوز گرداد ما الان دارن نگاه میکنن ما رو. تسلیت داریم برای بازمانده از بین میرن به خاطر چیزهایی که در دریا ریخته میشه و به خاطر این باطلای پلاستیکی که میندازین. متاسفانه باطلا همون بطری هاست در واقع. بله امروز میخواد اذیت کنه ها، بطری ها، پلاستیک ها، آشغالایی که می‌ریزین. این پسر 7 ساله چون عاشق حیوانات هست و بیشتر عاشق دریا و ماهی هست، هر روز صبح پا میشه میره و شروع میکنه آشغال‌ها رو جمع کردن و یه بچه بدیه جمع نکنه؟ نه خب پاکبان ها و چی کار بکنن دیگه؟ نه دیگه اونا هم کار خودشون. و خواهش کرده که تو رو خدا اگه میرید ساحل، اگه میرید لب آب، اگر یه مقداری چیزی میخورید دور خودتون رو شروع میکنید جمع کنید. این همه سطل آشغال هست، این آشغالا رو بریزید تو سطل آشغال. خیلی مهمه. آره. ما 13 به در که میریم یه کاری میکنیم، پارک کنفی کنش رو بیاییم بیرون. آره. یعنی هر کسی پشت سر ماها، نه با با خدا ما، اما شما منظورم بعضی شما همه تون نیستید، ولی میرن پارک میان بیرون طرف میفهمه یه ایرانی های جا بودن. چرا باید اینجوری باشه؟ آره. راجع ما اینجوری صحبت کنن؟ خب ما ایرانی هستی، چرا باید یاد نگیریم؟ ما همه جا باید نشانی از خودمون داشته باشیم. نه من واقعا دیدم مثلا طرف داره سیگار میکشه، من جلو من داشته درایو میکرده، صدای آهنگ موزیک ایرانی هم بوده، ما جایی هم که درایو میکردیم یه دونه لین بیشتر نبود. بعد دیدم که سیگارش رو هی اینطوری بیرون، حالا هوای گرم، من هی میخواستم بگم پیادشم برم بگم بابا آتیش سوزی میشه، بعدم که سیگارش تموم شد انداخت بیرون. اصلا میدونین آدم دلش درد میگیره، بابا نکنید این کارا رو. تو رو چند بار آدم باید بگه آشغال جاش توی آشغالدونیه؟ آخه نمیخوادش اونو چیز کنه، از قیمت ماشین میفته اگر اونجا تو جا سیگاریش. نه با یه لیوان آب کوچولو بذارید تو ماشینتون، بندازید تو اون آب. تو آها آها حالا که میکشید به خودتون که صدایی میزنید، ولی اینو بندازید تو اون آب. آره دیدم حرف قشنگ و بسیار بسیار عالی بود، باریکلا.
عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. امروز موضوع رای در ایران همین حالت شده که انقدر متاسفانه مردم ناراضی هستن و اصلا تو هیچ جای دنیا هم همچین اتفاقی نیفتاده که شما چند هفته بیشتر باقی نمونده و هنوز کاندیداها مشخص نیستن کیا قرار باشه. من فکرم خود سیستم هم خود نظام هم گیر کرده که کی میخواد کاندیدا باشه و چه کسانی میخوان کاندیدا باشن برای ریاست جمهوری، ولی هر کی میخواد بشه باید الان بیاد دور خدا چینی نباشه. آه او خیلی خطرناکه. آره اینجوری که پیش میریم چینی ها نیان. آره رئیس جمهوری همچون که پیش میریم رئیس جمهوری هم به زودی چینی میشه. آره یا با یکی از شرایطی که باید به زبان چینی آشنایی کامل داشته باشه. اینو گفتی نگاه کنی یه خبر خوشم داری. Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті, көсе-көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгілікке он көбелік келіп қонды. Он бүгілік, он бүлік, он көбелік, он бүлік кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыштау, абақ қодыраңдағыштау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқардан мар қар қар бар. Үш кіші ішіп піштім, бес кіші ішіп піштім, неше кіші ішіп піштім. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші шын өрнекші. Елеусіздің елеуші елегіс, елеміздің елеуші елегіш. Шын темір шықпен шыланған шөпке, шыңдалған шалғысын шық еткізді. Қанат қанағаттанарлық бағалды, қанағат қанағаттанарлықсыз бағалды. Әріптестерім жолдаған жаңылтпаштар эстафетасын Айман Нұрмағанбетке және Жұлдыз Қайратқызына жолдаймын. همه چی دیگه این زبونی میشه زبان چینی آشتای کامیت. بله خب در باره برنامه ها صحبت میکنیم، برنامه های تپش و برنامه های جدیدی که در راه داریم. بله یکی از برنامه هایی که در راه داریم برنامه خواهد بود با شهرام شب‌پره دیار که دوباره هستش. شهرام همیشه عقیده داره و یه صحبتی کرد با من خیلی جالب بود. خب من برای شهرام احترام خاصی قائل هستم، من دوستش دارم. شهرام شب‌پره کی هست که دوستش نداشته باشه؟ به نظر من ایشون سلطان بی‌رقیب موسیقی پاپ ماست. واقعیتی رو باور دارم که ریتمی که شهرام به وجود آورده، شهبال جای خودش داره که صد درصد، ولی ریتمی که شهرام شب‌پره به وجود آورده یک ریتمیه که موسیقی ما با این ریتم آشنا شد و این ادامهش رو داده شد با طریق هنرمندهای دیگه و جوان ها، ولی آغازگر شهرام شب‌پره بود و کینگ آف پاپ بهش ما میگیم در جامعه خودمون. شهرام برنامه دیار آغاز میکنه در تپش و این برنامه با من بارها گفته آخه این برنامه متعلق به منه، هر چیزی من بخوام بگم توش میگم بدون تعصب، بدون سانسور و حرف دلمو میخوام بزنم. منم گفتم الان دیگه بالاخره بعد از 55 سال فعالیت هنری الان وقتش هست که شهرام شب‌پره بیاد و حرفای خودشو بزنه. و حرفا همیشه قشنگه تا زمانی که توهین به کسی نباشه دیگه. ولی خب توهین شهرام نوعی که صحبت میکنه جذابه. وقت من نیدم به کسی توهین کنه. شوخی شوخیه. آره نه شهرام من فکر کنم درد دل خواهد کرد. آره درد دل و الان وقتش هست که هم از خاطراتش بگه، چون خیلی ها دوست دارن این مسئله رو که خاطراتش رو صحبت کنه، بگه چه اتفاقات چیا بوده. هر چون شهرام یکی از کسانی که جز اولین کسانی که در آمریکا اومده و کسانی که فعالیتش رو در جز اولین خواننده هاش که در فعالیت خودش رو در آمریکا شروع کرده. شهبال جان بعد از شهرام خیلی بعد خیلی بعد دو برادر هنرمند واقعا. آره. خانواده هنرمند صد درصد. بله ولی منتظر باشید با شهرام شب‌پره و دیار. یه دوستانی هم هستن به نام شورت نیوز که بس که این خیلی کارهای عروسکی قشنگی می‌کنن. با شهرام یه تیکه قشنگی بودش، اینا انتخاب کردیم که برای شما هم به نمایش بیاریم. خیلی هم قشنگ. منتظر برنامه دیار باشید به شهرام. خب بسیارم عالی. حالا یه چیزی دیدم جالب بود واسم، اونم این بودش که
یه آقایی هست که این کارش سرفینگ میکنه و بعد روی مثلا با کچلوار وای میسه سرف میکنه، بعد مثلا جلوش قایق موتوری حرکت میکنه، بعد با موج قایق موتوریه خودش سرف میکنه. مثلا این واقعا داره سرف میکنه. مثلا یه چیز دیگه داریم ما که این داره سرف میکنه، بعد طرف داره مشروب میخوره، بعد این لیوانش میاره جلو، بعد واسش مشروب بریزه. مثلا نگاه کنید اینو. خیلی کارش باحاله. دنیا واقعا اسمش سلیمانه. سلیمان. سلیمان. همون سلیمان خودمونه، ولی این سلیمان هستش. دیگه سلیمان دیگه. آره همون خب ما میگیم اینجا، ببین اینجا همه اسمو عوض شده دیگه. اسمو به خدا. ویدایشو عوض ویدا. مثلا جواد شده جو مثلا. به خدا مثلا. حسین شده جیم. البته حسین مجید جو میکرده خودش. من نمیدونم همه اسمشون مثلا جیم شده مثلا. خب حسین چی بذاره؟ هو. نه حسین مثلا جو باشه دیگه. جو. هو. هو. حسین. بعد دیگه آره اسما خیلی اسما عوض شده دیگه. آره دیگه. نداریم. راستی شنیدین که از هفته آینده در خیلی جاها تست که برای شما که این مریضی رو کرونا رو بگیرین در همه جا هست، میتونید بخرید دو تا 23.99 دلار. آها. میتونید دیگه در عرض 15 دقیقه هم تست کنید خودتون نشون میده. آره. که شما داری یا نداری. مبارک. مثلا اسم این مریضی دیگه به دهن من کووید 19 بگو. کووید 19. بله. دیگه راحت شدین. آره. دیگه اگه دور از جون دیدید یه ذره دو تاش 23 دلار. دو تا 23.99 دلار. الان نیست. الان میفروشن. نه از هفته آینده میاد. از هفته آینده. از هفته آینده میاد. 3-4 روز دیگه میاد. از میگن از بچه 2 ساله رو میتونین تست بکنین تا 120 ساله. آها. دیگه نمیتونیم 100 ساله رفت بالا دیگه سن. آره 127 البته میدونی که خب مراسم خاکسپاری آقای فیلیپ من بیدار شدم چون سیاه‌صدا میکرد فیلیپ. آره مراسم بیدار شدم خیلی برام جالب بود. خیلی ببین اول از همه این که این جذابیتش بود که اول ملکه تنها اومد با فیلیپ نمیتونست با فیلیپ نبود. بعد تنهایی رفت تنها نشست از اول تا آخر تنها نشست. سرشم پایین ماسک بود لباسم پوشیده بود همینطوری انگار نبود خیلی آروم نشست تا آخر مراسم. آخر مراسم باز اون اول سرم بلند شد رفت جلوی تابوت یه عده احترام کرد رفت سوار ماشین شد رفت بقیه از جا بلند شدن. واقعا واسم جالب بود. نه چی فکر کردی؟ اون لحظه چی فکر کرد؟ فکر کردم اینم چند سال دیگه میرم اون بردیه. بعد به این فکر بودم که شما 150 سال هم عمر بکنی بالاخره یه عمر داری. این عمر است که شما باید ازش خوب استفاده کنی، خوب بهره ببری، اون چیزی که دوست داری انجام بدی، کاری که دوست داری انجام بدی و برم این که یه کاری کنی که دوست داشته باشن. ولی این زن سن زیادی داره و عجیبه از این نه سن زیادی رو نه نداره سن زیادی و به کسی هم نمیخواد بده این تاج. داده دیگه نه خب برای نداده واسه چی بده؟ نه دلش نمیاد دلش نمیاد. آخه واسه چی بده به کسی دیگه؟ یعنی تاجشو واسه چی؟ دیگه الان بالاخره یه 2-3 سال 4 سال دیگه بالاخره این چیزی ولی این اونجا که تنها رفت و تنها نشست مادر سر 2 سال عمر کرد. مادر سر 2 سال عمر کرد. آره این فهم کنه. خب اون زمان مادرم 102 الان زمان پیشرفت کرده من 142. نه ولی خب قشنگ راه میرفت بدون عصا. خیلی راحت بدون عصا راه میرفت. آره هیچ کم نه دستش کسی گرفت نه چیزی راحت رفت و اومد. چرا بعد بده دیگه هست دیگه تو مغزشم سر جاشه سر جاشه تو خدت خواه اونجا بودی بسه یه چوبای چیزی میگیری نه من حال میکنم باش به خدا من حال میکنم باش فقط در نسی که باش حال نمی کنم اینه که این انگلستان هم خود انگلیسی حال میکنه دیگه این هزینه که واسه یه خانواده داره میشه هیچ کارم نمی کنن فقط نمایش هم ندارن. نه نمایش دیگه نه خب برای که انگلیسی دوستشون دارن
انگلیسی گفته؟ انگلیسی دوست دارم خانواده سلطنتی رو. من دیدم دوست داشتم. نه. همه هم تو خیابون دیدم وایساده بودن تو فکر و اینا. جاهایی از بالاخره آره همه ناراحت. خیلی ها تو خیابون. فیلیپ ها دوست دارن. میرن و وای میستن. دلیل دوست داشتن نیست. دلیل ترسه. از انگلیسی که ترس دارن از کسی که. چی بترسن؟ خب. چه حرفا؟ بله. جالب بودش. حالا بریم سراغ داشته بینیم گفتم بریم سراغ این گفتی ترس سیاپوستا. نمیدونم چرا بعضی توی آمریکا از سیاپوستا میترسن. عجیب. آره نه بابا نه ترس نداره ولی این دیدم که دو تا سیاپوست مردم گذاشته اینجور سر کار اونم به این صورت. البته یه چیزی بشه اینجوری بکنه منم میپرم ولی اون آقا قد بلنده خیلی راه اینجوری که چرخید و یعنی انگار لگم مثلا من حالم خوبه. نه ولی به قول تو حالا سیاسفید نداره. هر کسی باشه آبی و زرد و بنفش باشه اینجوری بهت بکنه. آره هر کسی تو که باشی. نه من میزنم. من اتفاقا توی مثلا خیلی بد جورم. یعنی چون حواست نیست دیگه یک حرکت میکنه دیگه یه بار شرم شب پره همین داستیم شده رو بگید یک کسی از همین اطرافیان ما شوخی کرد باهاش اونم میدونست طرف شوخی کرده مثل که آماده بود شد میدونی گوه چه اینجوری میکنی خب ترسیدم این همه پس میشه کتک زد که من میترسم این حالا بهم دست میده. آره جدیدن ها دوستانی که فوت میکنه حالا چون راجع به فوت کردن اینا صحبت کردی یک قسمتی رو دیدم بعد خوندم نمیدونستم باید بخندم گریه کنم فکر کردم بعد گفتم چی شده گفتن که بازداشت نوازندگان مراسم فاتح خانی مگه میشه آخه مد شده یه خورده عربی نمیزدن کسی عربی نه نه بابا کرم که نمیزدن که مد شده این داستان که مثلا آمریکا نه مثلا آمریکا مثلا دیدی سر مراسم بعضی مثلا چه من دیدم یکی دیگه مراسمو که مثلا دف برده بودن اینا خب دف میزنن نو میزنن آره بعد مثل که خانم بوده خب سو خب دیگه الان یه خود هنوز میدین نزدیک انتخاباته بچه که مردم رو راحت بذارن یه خود یه کاری داره میکنن که بدتر و طرف اعصابش خود بشه دیگه. آخه بابا یعنی چی فاتحه داره میخونه حالا دفن بزنه همیشه نزدیک انتخابات که بود یه خود مثلا آزادی بیشتر میدن آره مثلا الان دیگه خفه خان میشه این دفعه دیدن که آه هرکی میرسی بگه ما که رای نمیدیم ما که رای نمیدیم دیگه رای نمیدیم پس بگیرین پدرش رو در بیاری دیگه فعلا. نه واقعا این آخه خیلی برای من جالب بود و ما یه عده نشسته بودیم همه میخندیدن آخه یعنی چی؟ مثل که شما اینجا یکی برید اینجا بیشتر شما... سیاه پوستان وقتی که مراسم خاک سپاری دارن اولا غذا میدن اونجا آهنگای رقصی میذارن و خیلی ها میرقصن شادن بله. لباس های شاد میپوشن بله. میگن اون الان یک زندگی دیگه یا شروع کرده بله. هیچکی نمیدونه اون دنیا چه خبره یا چیه حالا همش ما ایرانی ها عادت کردیم که تو سر خودمون بذاریم گریه کنیم از این حرفا ولی خب حالا دف میذارن بله. آهنگ میخونن ما کم کم خود مسئول اصلا به کسی چه ربطی داره خود مسئول میشن مرتضوی رو اجرا میکنی خدا خدا اصلا میخواد اونو بزنه طرف حتما دوست داشته آقا من وقتی مردم دلم میخواد آهنگ شاد بزنه اصلا بابا کرم بزنه چی دوست داری بگو الان بگو بگو اعلام کن نه اعلام کن ما معلوم نیستش تو تو ولی این اخلاق چیزی که تو داری من فکرم همه مارم برگردیم فکر کنم چی بگو برمیگردیم عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها برنامه ها مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش این روزا
مردم بیشتر تلویزیون نگاه میکنن چون خونن و بیشتر رادیو گوش میکنن و بیشتر تپش نگاه میکنن چون دلشون شاد میشه، لبخند رو لباشون میاد، برنامه‌های شاد میبینن و دوست دارن که رادیوی گوش کنن که هم یاد بگیرن، هم دلشون شاد بشه، هم ورزش کنن، هم روحیه خوبی بگیرن و با اون روحیه صبح بلند میشن، با روحیه خوب، شاد، مثبت و 24 ساعت برنامه رو که گوش میکنن، تو اون 12 ساعت که گوش میکنن با روحیه خوب هم میرن میخوابن. وقتی با روحیه خوب میخوابید 12 ساعت بقیه هم روحیتون خیلی خوبه. 12 ساعت میخوام بخوابم؟ اه بالاخره خب 24 ساعت داریم. نه انسان ها باید 8 ساعت بخوابن. بسی به سن داری، بسی سن شما 6 ساعت کافیه. نه درو نمیم به خدا، سن که بالاتر میره، البته بعضی اینو باور ندارم، ولی سن که بالاتر میره تو یه سن خاصی ها باز دوباره بیشتر که نه، ولی یه سن خاصی دیگه 6 تا 7 ساعت کافیه. کافیه. آره. باش. 6 7 ساعت. شما در اون 6 7 ساعتی هم که میخوابی وقتی که به رادیو گلچین لس آنجلس گوش کنید خوابهای خوب میبینید. چون دلتون شاد. وقتی بیداری گوش کنید. چون خوب یاد گرفتید. خب دلتون شاد شده، روحیه خوب گرفتید، ورزش کردید، همه اینها با هم باعث میشه که یک 24 ساعت خوبی رو داشته باشید. بذارید درباره رادیو گلچی بسیدم بگم، چون بارها درباره صحبت کردم و یکی دلایلی که من دوست دارم اینها این رادیو رو، برنامه‌های آموزشی که این دوستان میدن، که این برنامه آموزشی همونطور که ویدا گفت میتونه کمک بشه به ما باشه، همینطور که بتونید هم ذهنتون رو تمیز کنه و پاک کنه، هم این که بهتون یک آرامش خاص بده و اطلاعات لازم رو دریافت بکنید. خیلی از دوستان باز دوباره در آمریکا یا کانادا سوال برای میکنن که چطوری میتونن رادیو گلچین رو داشته باشن. شما دوست دارید زمانی که رانندگی داری میکنید، زمانی که دارید خونه هستید، دارید غذای درست میکنید، الان حتی یخچال ها یه سرشون سمارت شده، هوشمند شده، توی یخچال ها هم شما میتونید رادیو گوش کنید یا میتونید داشته باشید، یا بغل تو آشپزخونه تون میتونید داشته باشید. همه دوستان بر اساس رادیو و ارتباط خیلی راحت تر شده. کسانی که الان میخوان که این اپ رادیو رو داشته باشید یا لینکش رو داشته باشید از کانادا یا آمریکا، با شماره که روی صفحه تلویزیون هستش تکست بزنید به این شماره، لینک رو و به صورت مستقیم براتون لینک رو اتوماتیکلی فرستاده میشه که زمانی که اینو شما تکست رو میزنید یه هلو بزنید فوقش، یه هلو که میزنید قشنگ براتون میزنن میفرستن و لینک رو شما دریافت میکنید، خود به خود اتوماتیکلی این اینو برای شما لینک فرستاده میشه، شما همون لحظه اون روش بزنید تو تلفنتون دیگه هستش، میتونید رادیو گلچین رو گوش کنید. موقعیت خیلی خوبیه برای شما که دوست دارید هم برنامه‌های تخصصی گوش کنید، هم سرگرمی داشته باشید و هم بتونید اطلاعات لازم رو در رابطه با اتفاقاتی که در حواشی میفته، مسائل مختلف، موضوعات مختلف داشته باشید و اطلاع داشته باشید. تماس بگیرید با این دوستان، یه تکست، یه هلو بزنید، اتوماتیکلی براتون تکست میشه. بله خانم یاسمین گلچین. یاسمن گلچین. یاسمن گلچین. یاسمین اسم دختر منه. ایشون یاسمن هستن. یاسمن. چقدر اسم قشنگی. یاسمن. بله. بله خانم یاسمن گلچین مدیریت این رادیو دارن، بسیار با علاقه، این خیلی مهمه، با علاقه و عشق زیاد این کار داره انجام میده. کسی که کارشو دوست داشته باشه 100% هم موفق میشه، هم میتونه احساسات خودشو و این عشق خودش رو به تماشا به شنوندش یا به بینندش منتقل کنه. تبریک به یاسمن گلچین عزیز. رادیو گلچین لس آنجلس. سرگرمی، طنز، آموزشی، انرژی مثبت، موزیک‌های شاد با رادیو گلچین لس آنجلس. هر روز از صبح روز خودت رو بساز. تنها رادیویی که بهت فقط نشاط و آرامش میده و حال دلتو خوب میکنه. رادیو گلچین لس آنجلس با مدیریت یاسمن گلچین. از هر جای دنیا میتونید به این رادیو گوش کنید و لذت ببرید. ریلکسیشن های روزانه رو هم از دست نده.
جهت دریافت لینک یا اپ رادیو همین حالا به وبسایت ما مراجعه کنید. رادیو گلچین لس آنجلس www.yasamangulchin.com. یه داستان جالب واسط بگم، یه چیز جالب بودش، اونم بودش که یه آقایی یه توپ میده، یادتی بفتر رو بگنن توپ چوبلو چرخ، این توپلو چرخ گفته بندازید، توپ رو میندازی جلو پای مردم، چرخ رو به حرکت در میاره و شما باید با شوت بزنی این توپ از این چرخه رد بشه، از این چیوب رد بشه. میتونه سخت باشه برای کسی که بلد نیست. سخت نگاه کنیم به اینها. جالب. دیدی بچه ها رو؟ آره بچه ها خب بیشتر میدونی انگار راحت تر همه کار برای بچه ها تا بزرگتر. من که الان نه همه کار، همه کار نه، نه همه کارهای اینجوری ورزشی اینا بچه ها یه ذره سریع تر. آره یک برنامه میان سالا خیلی به خودشون افتخار میکنن همیشه تو همه مسائل. چرا؟ تو صحبت هم که میکنن همیشه هی به خودشون میبولن که ما هم تجربه داریم هم میتونیم. خب تجربه که دارن دیگه. آره دیگه میان سالا الان اینجوری هم همیشه واسه همین هم تجربه دار. یک دردی اصلا یه شعری بودش دیگه، یعنی یک مثلی بود که میگفتن شنیدی دیگه، لازم نیست بگم. من نشنیدم. ها خب جوانان نمیدونن، پیران نمیتونن، بیا پیش خودم که هم میدونم و هم میتونم. نشنیدی؟ نشنیدی؟ آره این هم همینه. آره جوانان نمیدونن. جوانان نمیدونن. خب پیرام نمیتونن. پیرام نمیتونن. بیا پیش خودم که هم میدونم و هم میتونم. آره آره یک برنامه نشون میداد که این برنامه در دانمارک بود که رئیس سازمان داروسازی داشتن صحبت میکردن و نگاه کنید چه اتفاقی. Hvor vi har brug for vaccinerne, og hvor valget... قشکر. این چی شده قشکر ده؟ نمیتونم یه چی قشکر. خب بعضی ها دیدی که رژیم یک یه هستی در یک برنامه بود. استخونی هم بود طرف. آره اینجا این رژیم گرفته بود. یه شو داشت بعد توی شو اینم دیدی که قش کرد این خانم یه های بیهوش شد اصلا و بعد اومد گفت فشار ده. کار میتونه باشه اونها. آره. ولی بی غذایی هم میشه. آره فشار کار میشه، بی آبی هم میشه. آره. بی آبی. من دختر خواهرم زمانی که قبل از اینکه درسش برای دکترا تموم بشه سر یه جراحی که داشتن یاد میدادن، اون جراح که داشته یادشو میداده همچی اولین چاقو رو که میزنه قش میکنه چون غذا نخورده بوده. منم درس میخونن که منم داستانم بوده همین بوده. منم همین تو دیگه، منم رفته بودم واسه پزشکی، بعد توی کار چیزه مختلف ترمای مختلف شروع شد. اول گفتن قورباغه بهش بگن دایسکتینگ، کالبد شکافی. خب ما قورباغه رو چیز کردیم خیلی بد شد بود، ناراحت کردن فکر شد اصلا حالا بد میشه. بعد گفتن گربه زنده بود؟ نه دیگه مرده بود. بعد اینو ما باید پوستش در میاریم، بعد روی تخته میخش کرده بودن، بعد ما هر روز تخته رو میبردیم سر خونمون با خودمون باید برش میگردوندیم. گربه رو میبردیم؟ آره دیگه پا تخته خالی با خودمون. آره دیگه بعد دوش کیسه هم میرسیم تو مدرسه کسی نبینتش. خب بعد جور بود تو دانشگاه. بله بعد رفته رفته این هم موش هم داشتیم قبل. رفته رفته این روز گفته که خیلی خوب حالا این هست، این شما کاراتون رو کردید و باری کلا خیلی عالی، فردا میخوام کار بود شکافی کنیم. یه شخصی هستش و این آدم
چاقم بود. سندی هم داره و اینا با فوت کرده آما اون موقع از این دستی ها بود. ما رفتیم تو سر کلاس و این معلمه رفت اون پشت و بعد این چیز یه دستگاه بود اینجای چرخیر این باز شد و این جسد از توی اون ماده اومد بالا. من نگاه کردم اینم چی شد؟ نیا کردم یه خورده بعد اینا رو بریده بود پوست و اینا رو چربی رو بعد اینا رو باز داشت میکرد که مثلا به ما نشون بده. تو دیگه نفهمیدی؟ من گرجویت دیگه لیسانس گرفتم و اومدم. نه اصلا حالم خیلی بد شد، اومدم از کلاس بیرون اصلا حالم داغون شد. آره دیگه حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. نه دختر بعد تصویر گرفتم گفتم ببین این پدر مادرها هر کی میرسه یه بچه‌ام میخوام برای دکتر بشه هی به پدرم گفتم آقا من چی، من نه دکتر میتونم بشم نه از این فکرها، من اصلا میخوام برم دوباره چیزی که دوست دارم. نه آره هر کسی باید. ولی نه دختر خواهر من واقعا چون غذا نخورده بود بیهوش شده. آره. ولی خب ولی اونم تعریف میکنه خیلی چیزایی که انجام، ولی خب خدا زنده نگهشم این کارا رو میکنن که جون ماها رو نجات میدن دیگه. ما بالاخره ما یه کاری بکنیم که اونایی که جونش خوشحال برن جون نجات بدن جون بقیه رو. اینم هست دیگه کار. بله 100% 100%. خلاصه در هر صورت این خانم حالا معلوم نیست چرا قش کردن. یک ویدیوی یک ویدیو نمیتونم بگم، یک قسمت کوچکی رو باز دیدم درست کردن که دیدم شما شنیدین که یک پدر و پسر یه چک درست کردن زدن. کلیپی دو روز پیش در فضای مجازی به یک بار منتشر شد و موجبات ناراحتی و تعلم خاطر مردم را فراهم زد. بلافاصله پلیس پایتخت وارد عمل شد و شب گذشته چک زننده و چک خورنده را پیدا کرد. پدر پسر چی بود جریان؟ همین رفتنی زنگ زدم بودم همین رفتنی من میخوام لباس روحانیت خریدم. خب این فیلمه رو چه مدت ساختی؟ درازه یه رو اشتباه کردم. بله. و گرفتنشون که چرا این کار کرد. ببینید به نظر من خب یه چیزی رو درست کردم. نه درسته اینا هست، ولی اینا خواستن بگن که این شروع اینا اینو واسه اینا رو گرفتن که این شروع یک چیز نشه، چون این نشون بده که خب اینا یه میتونه چک بزنه تو گوش این ویدیوش هم در بیاد حالا فردا واقعیش اتفاق نیفته. یه وقت آها یعنی واقعی کسی نره بزن، کسی که واقعی نمیره بزنه. چرا؟ من دیدم اون نشان، اونم دیدم که اومده داد و بیداد کرده فرد بیرا گفته داشتیم مثلا. ببین یاد بشه اول از همه لباس اصلا مطرح نیست که شما چه لباسی تنته. من اینو باهاش مخالفم. یه سری مثلا کلن با لباس روحانیت مثلا مشکل دارم. من با لباس روحانیت اصلا من به نظر من این نیستش. شما میتونید یک روحانی باشید که بسیارم به مردم فکر کنید، زندگی بسیار معمولی هم داشته باشی، اصلا توی این داستان ها نباشی، نه اصلا نباشی توی این داستان ها که هستن. بله. اینجور آدم ها داریم متفرجه. در هر مذهبی هست، صد در هر مذهبی آدم خوب هست آدم بدم هست. بله. در حالا جایی قدرت چیز بدیه، کلا قدرت شما رو عوض میکنه. بله. قدرت شما رو عوض میکنه. ولی ما مذهبی رو نگاه کنیم، تو خود واتیکان هم داریم میبینیم چه جوریه، چه اتفاقاتی افتاده، چه سر صداهای پشت سر قضیهش بوده. اوه صد درصد. و تمام بله. این داستانا رو دیدیم. تو اونها هم وجود داره، تو ماها هم وجود داره. داره، تو یهودی هم مطمئنم وجود داره، تو همه هستش. بله. آدم هایی که از با اسم خدا ازش رو استفاده میکنن، اینو ما داریم.
این چکه که زده دفعه اول که هر کسی دیدش تو این فکر رفتش که نگاه کن یارو رو ببین چه با شهامت لفظ چک زد. خب این تو ذهن بقیه هم یا خب ما میتونیم بزنیم دیگه، این زده ما میزنیم، اینا به خاطر این رفتن یارو رو گرفتن، این پدر پسر ولی گرفتن. به نظر من نباید خیلی اذیتشون کنن. خب این یه ویدیو ساختن اشتباه، حالا نه اذیتشون میکنن چون این دیگه وقتی کسی چیزای خیلی ساده تر رو اذیت میکنن دیگه کلن ایران دیگه خیلی بیشتر از اینها اذیت میشن. نه خب اینم یه ویدیو ولی ساختن دیگه. ولی به نظر من یه مسئله است، من به مسئولین یه مسئله رو میگم، اگر در آمریکا یک کسی یه چکی بزنه تو گوشی یه ربا یا بزنه تو چکی بزنه تو گوشی یک چیز یا کشیش، مردم بهشون بر میخوره و مردم به این مثلا یه کاری بکنید که مردم دفاع کنن از شما، یه کاری کنید که مردم از این لباس دفاع کنن، نه اینکه شما بخواید به زور به مردم به این رو بقبولید. بذارید مردم ناراحت نمیشن که چرا یک کشیش چک خورده، چرا یک معمم چک خورده، یک آخون چک خورده. بذارید مردم ناراحت شن، نه اینکه خودتون بخواید این مسئله رو بگی، چون کسی که بخواد این کارو بکنه عمر طولانی نخواهد داشت، عمر طولانی نخواهد داشت. بچه های خود شما هم فردا اگر ناراضی باشن مقابله میکنن با این مسئله. بله اینه مسئله. مشکل ما در اینه که ما ها متوجه اون نیستیم. موافقم بسیار. بله، برای اینکه وقتی میخونیم میبینیم که باید انسولین، کسی که ناراحتی قند داره باید بره انسولینش رو تو بازار آزاد بخره. بله دردناکه. بله. کسی میتونه بدون انسولین زندگی بکنه، اونم آدمی که ناراحتی قند داره. بله من حالا از این مسائل را بریم سری یک سری با هم دیگه بریم به کشور ترکیه. خیلی ها دوست دارن در ترکیه خانه دومی داشته باشن و یا در انگلستان یا در پرتغال. اون تصمیم با شماست و اینکه یک وبسایتی مثل انترلان میتونه شما رو برای اون خونه که مورد علاقتون هست شما رو بهتون نشون بده و شما بتونید راحت برید روی اون وبسایت و بزنید انترلان رو و انتخاب کنید خانه مورد علاقتون رو، جایی بتونید ببینید که کجا به درد شما میخوره، چه محلی هست. اگر در ترکیه دوست دارید خونه بگیرید قیمت خونه های اون اطراف چیه، و داریم نگاه میکنیم در آمریکا الان ردفین از یه طرف، زیلو از یه طرف و سایت های دیگه هم دارم اومده که شما میتونید بید از طریق این سایت ها محل مورد علاقتون رو انتخاب کنید، ببینید کجاست، قیمت ها رو چک کنید. من آشنایی دارم که صبح تا شب داره این کار میکنه، میخواد خونه بخره در آمریکا، میخواد خونه بخره در آمریکا، صبح تا شب داره چک میکنه آقا کجا خوبه، که اگر روزی تصمیم گرفتش که در آمریکا باشه یا خونه داشته باشه کجا خونه رو بخره. ولی این گروه میدونن کجا باید بگیرن، بلدن 100%. شما میتونید با انترلان میتونید ببینید کجای ترکیه میخواید بگیرید، کجای انگلستان یا پرتغال. انترلان خب کارش رو از انگلستان شروع کرده ولی امروز در ترکیه نمایندگان فارسی زبان دارن، به شما میتونن کمک کنن یا به روی سایتشون یا تماس بگیرید باشون اطلاعاتو بگیرید که بی خودی خدای نکرده کلاه سرتون نره، اون انتخاب درست رو داشته باشید. برای همین هم تماس بگیرید باشون، با بچه هایی که فارسی زبان هستن و میتونن بهتون کمک کنن در انترلان. دیگر نیاز نیست بین هزاران مشاور و آژانس املاک در ترکیه پی فرد قابل اعتماد بگردید. از این پس شما می توانید از طریق وبسایت intralon.com بین 10,000 ملک در ترکیه ملک مورد نظر خود را مستقیما از سازنده خریداری کنید. با intralon.com شما از گرفتن استلام ملک از دادگستری، مدیریت و اجاره ملک پس از فروش و گارانتی پایین ترین قیمت خرید بهره مند خواهید شد. فقط کافی است جستجو را در intralon.com آغاز کنید. intralon click to home. نشون داده یه دوغلون چی بود؟ که چی؟ آینه خراب کردی که دشونه دو قلو چی؟ این دختر خانومه اینشون میره جلو آینه وای میسه خب و نگاه کنی Another
wanna dance now. I know that you wanna dance now. بله دوقلو بودن بلد نیستش، نمیدونه نمیدونه، ولی این دوقلوها خیلی باحالن، هندی آره. هم هستند اینا، هندی بودن؟ آره اینا هندی هن. هندی هم هستن، خیلی باحال و ببین چقدر کار قشنگی کرده بودن. امروز صبح داشتم یه کلیپی از هوتن عزیز نگاه میکردم که نقش هندی ها رو بازی که هم مرد شده آره، آره، هم زن آره، آره. واقعا بی نظیر هوتن، بی نظیر واقعا، کاراش بی نظیر. و همینطور که خبر دارید یا ندارید، یک شما رو تو در برنامه دیگه عنوان کردم، یک برنامه خواهیم داشت تحت عنوان سیویل وار یا جنگ مدنی، مبارزه مدنی، اسمش مبارزه است فارسیش. اوکی. که آقای هوتن رو اجرا میکنه و برنامه است با هوتن عزیز. به به. منم شنیدم یه قراره یه نقشه کوچیکی داشته باشم توش. اه؟ آره، ولی برنامه ما رو هوتنه، برنامه است از هوتن و در تپش خواهد بود. حداقلش یکی دو تا سیزن با هم دیگه این کار رو داریم انجام میدیم. مطمئنم که مورد توجه تو قرار میگیره، به خصوص که هوتن در کرکترهای مختلفی سوژه های مختلفی رو هر هفته به جلوی دوربین میاره. ببین علی، ما در این 40 سالی که در من در امریکا هستم، در این 40 سال، در این چندین ساله که تلویزیون ها اومدن و هنرمندایی که در امریکا اومدن روی صحنه، دو هنرمند واقعا درخشیدم. دو هنرمندی که من راجب خواننده ها صحبت نمی کنم، دو هنرمند بی نظیر باید بگیم که یکیش هوتنه و یکی مایکل، که کارشون رو واقعا بسیار به نحو احسن انجام دادن. و نداریم مثل هوتن و مایکل. درست. واقعا نداریم و به هر دوشون تبریک میگم. انشالله که هر دو سالم و خوب باشن و ما همیشه این دو هنرمند رو در کنار خودمون داشته باشیم. انشالله، انشالله اگه بشه. حالا صحبتی با مایکل داریم سر یه کاری که داریم با هم دیگه انجام بدیم. این مرسی هر کی میرم توی به خدا ما هیچ قرارمداری راجبه این هنرمندان شما، من حرف میزنم. حالا صحبت کردیم با هم دیگه، انشالله با مایکل، آره با مایکل هم یه صحبت داریم. کارش نداره، یعنی دوست خوبی هم هست، بسیار نازنینه، بسیار گل، نازنین، بی نظیر، خودش، خانومش، اصلا بی نظیره، بی نظیر. خدا رو شکر خانومش بهتر از خودشه، ولی خب حالا هر دو خوبه. آها بله 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 خوست. آخه رئیس دیگه برخیره همه رئیس رئیس گوشه زدم بهش. یه خانوم ها، این ایران همیشه ما صبر از این قدرت دمایی بکنیم این مردم ها. یه خانومی هستش، این خانوم نگاه کنیم با هم دیگه. بیاموزین معانی چه سرمشتیست بعد زندگانی، چه خوش، چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش خار می بند. این میل زدن میبینی؟ این یعنی خب امریکایی هم یاد گرفت. آره بعد یارو گفته، گفته همین که دافای امریکایی ورزش های زورخونه رو ما رو انجام میدن، یعنی که ما پیروز شدیم. برای ما از تنگ و تا نمیندازیم خودمون. نه دیگه، ما بالاخره ایرونی ها هیچ وقت نباید خودمون از تنگ و تا بندازیم. بله ماشاءالله داره واقعا، ماشاءالله ماشاءالله داره واقعا. به دبی سر نمیزنی؟ به دبی هم میتونی سر بزنیم. به دبی وقتی میریم، آره بریم شرکت داماک. بله شرکت خوب داماک همیشه دربارش صحبت میکنیم. شرکت داماک با یک تجربه چند دهه‌ای در امارات متحده عربی بسیار موفق داره کارش انجام میده. ساختمان های مختلفی دارن، از هایکون تاورز تا پروژه های مختلفی که داماک در امارات متحده عربی داشته، بسیار خوشحال کننده است.
وقتی که میبینیم یک کمپانیه که همه هر کسی باهاش بیزنس کرده راضی بوده و بسیار به قول خودشون وفا کردن و عهد نشکندن، این خیلی مهمه در یک کمپانی. مدیران ایرانی داره، فارسی زبان داره که به کمک شما میتونن بیان. و امروزه در رابطه با یکی مثلا مهم صحبت میشه، اونم اقامت دبی و داشتن پاسپورت اماراتی که باز دوباره میتونه برای شما یک پاسپورت دوم یا یک اقامت دومی باشه. من همیشه اینو گفتم، هیچ جای دنیا وطن انسان نیست، هیچ جا، ولی خونه انسان جاییه که آدم توش راحت باشه و راحت زندگی کنه. و مطمئنن برای شماها که حالا هر جا هستی یک خانه دومی هم میتونه باشه که بتونید راحت در اونجا زندگی کنید و مثلا برای تعطیلاتتون، برای هر چیزی میتونید ازش استفاده ببرید. یا مثلا بعضی هستن که چند ماه از سال یه جا زندگی میکنن، چند ماه دیگه جای دیگه زندگی میکنن. هر جا که هستید امیدوارم که سلامت باشید، خوش باشید و تماس بگیرید با دوستان در داماک برای اینکه در پروژه های جدیدشون سرمایه‌گذاری کنید، خرید پروژه های جدید و یا اینکه باز دوباره گرفتن اقامت امارات یا پاسپورت اماراتی. داماک، لذت یک زندگی ایدئال همراه با آرامش، امکان تحصیل در بالاترین مقاطع در شعب معتبرترین اکادمی های جهان در دبی، امکان سفر و تبادلات مالی با تمام دنیا بدون محدودیت، گسترش بیزنس شما در کلاس جهانی با درآمد ارزی بدون مالیات، همین امروز با خرید ملک از داماک در دسترس شماست. سانیا هستم از بخش فارسی دفتر مرکزی داماک با شماره 2971-50-724-88-94 پاسخگوی شما. داماک، اون بچه هم من باید یادآوریش کنم مثل این که اون بچه نمیدونم مال سنگاپوره، مال سنگاپوریه، مالی هستش، مال مالزیه، ولی یه بچه باحالیه، بچه باحالیه، کاری هم به کار کسی نداره. اون خوبه چون کاری نداره، روز خودش داره، حال خودشو میکنه. یه نگاه بندازین. خردادیان متولد شد. به خدا ببین مثلا خیلی باسه خودش حال داره، برای خودش میرخصه. چقدر قشنگ، چه قشنگ هم میرخصه. خیلی سنی نداره، من فکر کنم 4 5 سال بیشتر داره. آره بعد من بعد دخترها دیدم ايش گفتم بابا داره فیلم میگیرن اینا، بابا بابا آخه خیلی قشنگ. واسه خودش حالی میکنه. ای بچه بودی هیچ وقت میرخصیدی؟ خیلی زیاد. آره آره خیلی علاقه داشتم مثلا. استایل بابا کرمی، شاطری، نداری دروغی میگی؟ سالسا، نه ولی واقعا دوست داشتم. رقص اگر آدم درست
بلد باشه برقصه. الان دیگه رومون نمیشه برقصی. چرا نه؟ همینطوری نمیدونم چرا. برنامه باشه. هر کاری که میتونه یعنی وقتی مهمونی خیلی خودمونیه آدم اگر بتونه که مثلا خب برقصه یا شاد باشه خیلی خوبه، بتونه مهمونی رو هم گرم کنه خیلی خوبه. الان خب الان که این رقص ها خیلی مود شده دیگه با این آهنگ بانیم، آهنگ یکیش بانیمه، یکی هم یه آهنگی دیگه است، دو تا آهنگی که خیلی مطرح شده و یه چالشی که همه مردم با این چالش میرقصن و خیلی هم قشنگه، خیلی هم باحاله. من رقص خیلی چیز زیبایی، آدم اگه بلده برقصه به خصوص اون که میرقصم خوب باشه دیگه، کمک بزرگی میکنه دیگه. آخه هر چیزی برقصت نگاه میکنه بگی باری کلا دیگه. آره من زیاد رقص عربی دوست ندارم، فقط عربی که خیلی لاغر میکنه. نه ولی دوست ندارم مثلا میدین حالا تو نرخص به تو نه من نباسه خودم جایی که مثلا رقص عربی نستش حال نمی کنم. چرا؟ دوست ندارم دیگه، مگه رقص عربی یه چون دیگه باشه، این رقص عربی اینجوری رو حال نمی کنم. نه دیدی بعضی عکس یه خانم بسیار زیبا رو فرستادم بعد برام یه علامت سوال زدی دنگ. آها چی بود؟ این خانم یک مدل یمنی هستن که رفته بودن که میدونی که خب یمن الان پرابلم داره. آه نه الان جنگ نصف یه طرف هستن ایشون رفته اون وسط وسط شروع کردن که عکسای مدلینگ شوتینگ بکنن و متاسفانه اون گروهی که اسلامی هستن خیلی ایشون رو گرفتنش و ازشون هیچ خبری نیست. خب دیگه آخه واسه چی؟ آخه دیوانه است دیگه. الان وقت مدلینگ وسط اینا. آره حالا امکان داره یه سری مسائل حل بشه فکر کنم دیگه، دارن صحبت میکنن و مذاکرات ایران و عربستان خوشگلم هستن گناه داره چی میشه. آره الان دیگه بله دیگه الان دیگه یا حسین یا حسین مواظب باشید، مواظب باشید، در صورت حواستون جمع باشه. دو تا یه دارم دیدم اینو میخواستم بگم، دو تا آقا اینا تو ماشین سوار بودن بعد تستاهای جدید که میدونی خودش میره میتونی بزنی آدرس رو میزنی و میره بعد این تصادف کرده تست ماشین خیابون چرخید پیچیده اینم پیچیده باز پیچیده اینم پیچیده بعد این پیچیده نه پیچیده این صاف رفته زده به درخت با سرعت کوبیده به درخت بعد اون دو تا آقایی فوت کردن. بعد اون دو تا آقایی که فوت کردن نگاه کرده این دو تا آقایی هیچ کدومشون پشت رول نبودن، پشت رول هیچ کی نبوده. یعنی خب تسلا شما آدرس رو میزنین تسلا میره آره. آخه این همچین چیزی نمیشه. خب مگه خب اگه تسلا مگه مخ ماشین خرابه که اگه بپیچه نپیچه؟ خب نه ممکنه که اون چیز رو اون نویگیشنی که زدن اونجا یا راهنمای مسیره با خدا راهنمای مسیره شاید یه چیز دیگه بوده دیگه. پس این دت کیس شما نمیتونید تراست بکنید به همچین نه چیزی. همیشه باید راننده گفتن آقا وقتی هم به شما این هستش بگه آقا راننده پشت رول باشه، نه اینکه راننده بره پشت داشته بگم چی میخورد غذا میخوردن نمیدونم چیکار میکردن اینا رفته شاید داشتن امتحان میکردن که ببینن که اگه پشت بشینن ماشین میره یا نه. آها ممکنه اونم باشه، ولی اگه حواسشون بود یه رولم اینجوری میکردن نمیزد به جایی هاز چون ولی نمیدونم اینا چیکار میکردن، ولی به ما چه مربوطه؟ تو هم که فضول نیستی خدا رو شکر. نه به ما چه اصلا، ولی تصادف کردن یه جوری شروع شده عجب. دیگه خواهش میکنم این ساویز که با ما همکاری داره ایشون یه سری فکرهای مشروع داشتش که آره، تو اصلا در این چیز هستی، ولی خواهش میکنم از این ماشین ها میگیرید اگه برای بچه هاتون میگیرید بهشون بگید که باید پشت رول باشن بله. نخوابن، هنوز اینا 100% نیست که ماشین خودش درایف کنه بره شما رو ببره خودش. هیچ چیزی اینجوری نیست که هیچ چیزی بره. در دنیا 100% باید کنترل بشه همه چیز بله. وقتمون تموم شده. آدم موزی کثیفی هست. بی تربیت همینه میگین که نمیگه آقای امیر قاسمی شما آدم موزی. خدا نگهدار. خداحافظ. ایشالا سلامت باشی.